وقتی میگیم ادراک یعنی یک موضوعی از حد شناخت و فهم عبور کنه. خب سه تا پله داریم. ما سه تا پله داریم. سه تا پله داریم: شناخت، فهم، درک. درست شد؟ مثلا میگیم که فلان کس فرزن موره چندم کمرش درد میکنه، این خبره، یه شناخته. موره هفتم مثلا فلان درد میکنه، این خبره. اما هر کسی نمیفهمه این خبره جزئیاتش چیه. میگه اصلا این موره هفتم کجا هست؟ خب میگن بابا اینا اینجا اینطوریه، به این صورته، به این شکله و الان هم به این شکله که داره درد میکنه. طرف میگه ها فهمیدم، میگه فهمیدم که این ماجرا چیه و چرا درد میکنه و کجا واقع شده. اما زمانی میتونه درک بکنه که خودش درد رو کشیده باشه. درسته؟ یکی میگه من مادرم فوت کرده، این شناختی. خب چون مسئله مرگ و اینا رو قبلا تعریف شده برامون و میدونیم، فهمش هم میفهمیم. اما زمانی درک میکنیم که خودمون مادر مرده باشیم. اگه نمرده باشیم نمیتونیم درک بکنیم که او چی میگه. اگه فرزند مرده نباشیم، اگه یکی بگه فرزند من فوت کرده، ما نمیتونیم درک نمیکنیم چی داره میگه. درسته؟ خب این ماجرای درکه. حالا این درک اینجا خودش دوباره همه اینها که میگیم شناخت و فهم و درک، دوباره در از یکی شناخته، یکی استاد شناخته. یعنی این موضوع رو میتونه برای شما با جزئیات تمامی شناختش رو باز بکنه. یکی فهمیده، یکی دیگری هم فهمیده. آیا میتونیم بگیم به یک نسبت فهمیدن؟ یه خبر و یه حرف و یه صحبت و یه توضیح و یکی اینقدر میفهمه، یکی اینقدر میفهمه. بحث درک همینطور، یه کسی رو هوا یه درکی رو میگیره، گرفته درکه، ولی یه کسی جزء عمق وجودیش میشه، با رگ و گوشت و پوست و استخوانش عجین میشه موضوع. توجه میکنید؟ الان مثلا ما هممون با هوشمندی کار میکنیم، درسته؟ شاید هیچ کدوممون شکی دیگه نداشته باشیم، اما یعنی هممون الان به مرحله درک باید رسیده باشیم. اگر کار کرده باشیم باید به مرحله درک رسیده باشیم. یک کسی به اندازه یک واحد درک کرده، یک کسی همه وجودش رو الان دیگه گرفته، یعنی دیگه توی اون غرق شده و اون توی اون تو هم دیگه خلاصه غرق شدن. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، قوتورن، شناور شدن. معنی سبهه معنی شناوری و قوتوری و قاطی شدن اینها را هم داره و ما در او شناوریم، او در ما شناوره. حالا به درکش نائل شدیم یا حالا داریم میشیم به مدارج بالاش، داریم به درکش نائل میشیم، ولی الان حداقل باید رو خط یکش رو لااقل الان باید باشیم، چون یه دوره رو گذاشتیم برای همین موضوع، گفتیم بابا بزن ببینیم هست یا نیست.